راهگاهشان راهنمایی کنید. قربهوف، همه بزرگان شهر تبس را برای برگزاری یک مهمانی بزرگ به قصر خبر کنید. اتفاقا اینجا. امیدوارم این ابرانی کافر موفق نشود. اگر نه ما باید آمادگی پذیرش یک شکست بزرگ باشیم. شکست آمون در برابر خدای واقعی یوسف، شکست همه کاهنان و خواب گزاران معبد در برابر یک برده گوسفند چرانه. فرمانده محافظین قصر خدمت رسیدند. عالی جناب. خدایگان آمنهوتپ چهارم فرمان روای مصر جناب آنخماهو و خوابگزاران اعظم را جهت تعبیر خوابشان به قصر احضار فرمودند. بسیار خوب، می توانید بروید. کارمان به کجا کشیده که باید در برابر یک تازه به دارو نسیده بی تجربه بیستیم و استنتاق بشویم و نیش و کنایه بشنویم؟ پس شماها چه غلطی میکنید؟ چرا باید آمون و خدمتگزاران معبد چوب بی ارزگی های شما را بخورند؟ سالها مفت خورد و خوابیدید برای چنین روزی. حال که معبد به شما نیازمنده است عاجز و ناتوانید؟ خداوندگار مردم مصر، فرمان روا آمنهوتپ چهارم و همراهان وارد می شوند. منظور ما از دعوت کاهنان، خوابگزاران، بزرگان و اشراف تبس آزمودن خوابگزار جوانی است که مدعی است میتواند خواب ما را تعبیر کند. امروز ما میخواهیم صدق یا کذب ادعای او بر همه آشکار شود. درود بر فرمان روای دانای مصر آمنهوتپ. یوسف در سالهای طولانی خدمتکاری در قصر پوتیفار هنوز تعظیم در برابر خداوندگار مصر را نیاموخته است.
شاید برای شما که ده ها الهه گوناگون را تعظیم میکنید تعظیم کردنم ری بدیهی باشد، اما من تا کنون فقط در برابر یک معبود تعظیم کردم. امیدوارم جناب فرمان روا عدم تعظیم مرا عدم احترام تعبیر نکنند. ولی در آداب بزرگان و درباریان مصر این بی احترامی بزرگی است. اگر همانطور که کاهن اعظم گفت تعظیم کردن می دانستی، در برابر زیبارویان تبس سر فرود می آوردی و سالها به کنج زندان نمی افتادی. همه می دانید که قصد من از برگزاری این مجلس یافتن تعبیر خوابی است که به تازگی دیدم. بی تردید معبران توانمند و کهنسال مصر تا کنون خواب مرا تعبیر کردند، حالان که از یوزارسیف جوان چنین انتظاری نیست. ایشان خود مشتاق این رقابت بودند، ما هم خواستیم توان خود را بیازمایند. برخی از شما شرح خواب مرا شنیدید. اما مایلم باز آن را تکرار کنم.